شنوندگان گرامی، تجربه کرده اید اگر کسی مدتی در تاریکی به سر برد، اگر یک بار در یا پنجره باز شود و نور شدیدی ناگهان به درون اتاق بتابد، چشمهای ما که به تاریکی عادت کرده ناراحت می شود. ما چشمها را می بندیم که از نور شدید غیر معهود رنجور نگردد و فریاد می زنیم در را ببندید، در را ببندید. داستان پیروان ادیان نیز همیشه بدین گونه بوده است. خداوند متعال هرگاه که شام زلالت به نهایت درجه ظلمت رسید، آفتاب صبح جدیدی را طالع می فرماید و تاریکی کشیدگان که همیشه در دل آرزوی جمال آفتاب را می کشیدند و به یکدیگر امید می دادند که به زودی خورشید از افق خاور خواهد درخشید و همه جا را با نور دل فروزش منور خواهد کرد، چون روز نو طلوع نماید، چشم ها همه بسته می شود و زبان ها به واسطه آسیبی که به دیدگانشان رسیده به طعن و لعن باز می شود و دیده ایم آنچه تاریخ دیده. مثلا در هفته پیش نیز اشاره کردیم با آنکه یهود شب و روز به دعا دست تمنا بلند کرده بودند که خدایا زودتر مسیح موعود را بفرست تا ما را از مذلت چندین قرن برهاند، چون آفتاب عیسوی تابان شد، جز چند آدم به ظاهر بی سواد و فقیر، بقیه مردمان از او روی گردان شدند، حتی به اذیتش پرداختند. اما شنوندگان عزیز، هرگز ظلمت با نور قدرت مقابله ندارد. بالاخره آفتاب به بالا می گراید، جهان نورانی می شود و تمدن عصر جدید همه جا دمیده می شود. دین حضرت مسیح 300 سال طول کشید تا مذلت و مخوریتش از میان برفت و آفتابش به نصف النهار خود رسید. در گفتار گذشته گفتیم که جنبه بشریت انبیا یکی از علل احتجاب یعنی محرومیت جهانیان بوده که راجع به پیغمبران گذشته و موعود آیندهشان هزار گونه تصورات موهوم، حتی کودکانه، در آینه خیال می پروراندند و یک آدم عادی را که مانند آنان در کوچه و بازار راه می رود و بیمار می شود و در جمیع حوائج انسانی شبیه دیگران است، به پیغمبری قبول نداشتند. امروز می خواهیم به علت دیگری اشاره کنیم که سبب پوشش جمال حقیقت از دیده مردم ظاهر بین است و آنان را از شناسایی هر پیغمبر جدیدی باز می دارد. و آن سوء تعبیر و تفسیرهای نادرستی است که علمای دین از آیات کتب مقدس خیش کرده و ذهن پیروان ادیان را که در زمانهای قدیم در امور دینی از خود رأی نداشته و تابع علمای خود بودند مشوش کرده، از شناسای مظهر الهی زمان خیش محروم می ساختند. چنان که بارها گفته ایم، کتب مقدس پر است از آیاتی که مرموز است و انباشته از تمثیلاتی است که مربیان آسمانی آنها را برای فهم مردم بی سواد و عقب افتاده زمان ابراز می داشتند.
تا اصول کلی دین خود را با زبانهایی که به فهمانها نزدیک بود به آنان بقبولانند. مثلا آیات مربوط به بهشت و جهنم از آن قبیل است که برای این گفته شده است که مجازات و مکافات را تعلیم دهند، حیات ابدی روح تأکید نمایند و به آنان بفهمانند که اعمال هر کس در عوالم بیشمار الهی است که او را مستوجب پاداش نیک یا مجازات می سازد. به عبارت دیگر، انبیای الهی ناچار آن اصل کلی معنوی را در قالب محسوسات عام پسند و فهم عوام بیان فرمودند و همیشه مردم مفهوم لفظی آن رموز را قبول کرده و بدان اعتقاد داشتند، ولی چون امروز هر کسی دارای خرد و اندیشه باشد آنها را مردود و به نتیجه دین الهی را مردود می شمارد و از این روی از قید دین خود را می رهاند. دفعه گذشته گفتیم که با وجودی که حضرات یهود شب و روز برای ظهور موعودشان حضرت مسیح دعا می کردند، وقتی ظاهر شد همه به رد و انکار پرداختند. چرا؟ برای این که می گفتند در کتاب مقدس ما ظهور موعود ما علائم و شرایطی دارد که هیچ یک در حق عیسی که مدعی است مسیح موعود است صادق نمی آید. حضرت عبدالبها در این باره بیانی مفصل دارند که بعضی از آن را در این مقال ذکر می کنیم و این بیان راجع به علل احتجاب مردم در حین ظهور مظاهر الهی و پیغمبران آسمانی است. می فرماید سبب آنکه شخص موعود را در کتاب مقدس شروطی مذکور که آن شروط کلام رمزی است نه مفهوم لفظی، و چون به حسب مفهوم لفظی گرفتند لحاظا اعراض و استکبار می کردند. می گفتند این موعود آن موعود نیست، چنانچه یهود عبارات را گرفته حین ظهور حضرت مسیح، علماء یهود گفتند این مسیح آن مسیح نیست، این آن موعود نیست، بلکه نسبت‌های دیگر دادند که زبان حیا کند. و تمسک به شروط ظهور مسیح در کتاب مقدس تورات نمودند. شرط اول این که در کتاب مقدس منصوص است که مسیح از مکان غیر معلوم می آید، این شخص از ناصره آمده، ما او را می شناسیم. شرط ثانی آن که عصایش از آهن است، یعنی به شمشیر شبانی می کند، و این مسیح شمشیر که سهل است، عصای چوب هم ندارد. شرط ثالث آن که به موجب کتاب مقدس حضرت موعود باید بر سریر داوود نشیند و تأسیس سلطنت بکند، این مسیح را نه سلطنتی، نه لشکری، نه مملکتی، نه وزرایی، نه وکلایی، فرید و وحید است، لحاظا این مسیح آن مسیح موعود نیست. شرط رابع آن که مسیح شریعت تورات را ترویج کند، و این مسیح سبت را به هم شکست، شریعت تورات را نسخ نمود، چگونه این مسیح آن مسیح است؟ شرط خامس آن که باید شرق و غرب را فتح کند، این مسیح یک لانه و آشیانه ندارد، چگونه این مسیح آن مسیح است؟ شرط سادس آن که باید حیوانات نیز در زمان مسیح در نهایت راحت و آسایش باشند و عدالت به درجه ای رسد که
که حیوانی نتواند به حیوان دیگر تعدی کند. گرگ و میش با هم از یک چشم آب بنوشند، باز و کبک در یک لانه آشیانه کنند، شیر و آهو در یک چراگاه بچرند. حال در زمان این مسیح ظلم و عدوان به درجه است که حکومت رومان بر فلسطین غلبه کرده، یهود را میکشد، میزند، نف میکند، حبس مینماید. ظلم و عدوان بی پایان است. حتی خود مسیح را به فتوای علمای یهود به صلیب زدند. چگونه این مسیح آن مسیح است؟ این بود سبب احتجاب ملت یهود از ایمان به مسیح. و حالا که جمیع این شرایط ظاهر شد، جمیع این آثار باهر گشت، ولیکن کلام رمزی بود، علمای یهود نفهمیدند. گمان کردند که این شروط به حسب ظاهر و مفهوم لفظی است، و حالان که جمیع رموز بود. اولا این که از مقام غیر معلوم می آید، روح مسیح از مقام غیر معلوم آمد، نه جسمش. هرچند جسمش از ناصره بود، اما روح مسیح نه از شرق بود و نه از غرب. روح مسیح از عالم الهی بود، از مقامی غیر معلوم بود، اما علمای یهود نفهمیدند. ثانیاً این که عصای او از آهن بود. عصا آلت شبانی است. آلت شبانی حضرت مسیح لسان مبارک بود. لسان مبارک سیف قاطع بود، فصل بین حق و باطل می کرد. ثالثاً این که بر سریر داوود بنشیند و سلطنت نماید، حضرت مسیح سلطنتش سلطنت ابدی بود، نه سلطنت ناپلئون، نه سلطنت چنگیزخان. سلطنت مسیح سلطنت روحانی بود، سلطنت ابدی بود، سلطنت وجدانی بود. ممالک او قلوب بود، در قلوب سلطنت می کرد، نه در خاک. رابن این که ترویج تورات می نماید، یعنی اساسی را که حضرت موسی گذاشته است، آن را از تقالید خلاص می کند، آن حقیقت را ترویج می کند. هیچ شبهه‌ای نیست که حضرت مسیح اساس موسی را ترویج کرد، از جمله وصایای اشره را ترویج کرد، حقیقت شریعت موسی را ترویج کرد. اما بعضی امور که موافق عصر موسی بود و در زمان مسیح موافق نبود، از زوائد بود، آنها را نسخ کرد، اساس اصلی را مجرا داشت و ترویج فرمود. خامساً این که شرق و غرب را فتح می کند، چون حضرت مسیح کلمت الله بود، به قوه الهی شرق و غرب را فتح کرد و فتوحاتش الالآن باقی و برقرار، نهایت ندارد. سادسن این که در ایام ظهورش گرگ و میش از یک چشم آب می‌خورند، مقصد از این آن است که نفوسی که مانند گرگ و میشند، آنها به حضرت مسیح مؤمن می‌شوند و جمیع آنها از چشمه انجیل می‌نوشند. مثلا یک شرقی و یک غربی که مناسبتی ما بین آنها نبوده، معاشرتی با هم نداشتند و از هر جهت مخالف بودند و به منزله گرگ و میش بودند و اجتماع اینها ممکن نبود، چون مؤمن به حضرت مسیح شدند، جمیع بر چشمه واحد جمع شدند. اینها کلمات رمزی بود، چون علمای یهود نفهمیدند و به حقیقت معانی پی نبردند، به صورت ظاهر نگاه کردند و مطابق ندیدند. این بود که انکار کردند و اعتراض نمودند.
شنوندگان گرامی، آنچه درباره انکار یهودیان از حضرت مسیح گفتیم در همه ادیان صادق است. همه آیین‌های آسمانی منتظر موعودند که بیاید و جهان را پر از داد و راستی نماید و هر روز به دعا از خدا التماس می کنند، ولی چون دعایشان مستجاب می شود او را نمی شناسند، سهل است، اعتراض شدید می کنند و احیانا شهیدش می نمایند، پیروانش را می آزارند، می کشند، اموالشان را غارت می کنند. شما در هر دینی که باشید منتظر موعودی هستید، اما برای ظهور آن موعود شرایطی را معتقدید که در کتاب‌ها و تفسیرها نوشتند. اما این رموز در آیات کتب مقدسه را حضرت بهاءالله در کتاب معروف ایقان که تقریباً 140 سال قبل از قلم حضرت بهاءالله نازل گشته مکشوف ساخته و معانی این اشارات را بیان فرمودند که ما انشاءالله بعداً به بعضی از آنها اشارت می نماییم. مقصود این است که متوجه و آگاه باشیم که همونطور که اساس ادیان یکیست و حقیقت پیغمبران یکیست، سرنوشت آنان و مقابله مردمان با آنان نیز یکسان است و در هر ظهوری کسانی به مظهر الهی مؤمن گشتند که چشم از تقالید و تصورات نابجا بستند و تعبیرات غلطی را که نسلاً بعد نسل به آنان رسیده از وجدان خیش بیرون راندند و طالب نور حقیقت بودند و در هر چراغی که بدرخشید شناختند. و الا این تصورات ما که بر حسب تقالید به ما رسیده هرگز با عقل و علم تطبیق نمی کند. مثلا می گویند در زمان موعود باید ستارگان از آسمان بر زمین بیفتد. آیا این تصورات معقول است؟ یکی از کوچکترین کراتی که در این کهکشان ما موجود است کره زمین است. وقتی بگوییم ستارگان باید بر این زمین بیفتند، مثل این است که بگوییم کوه هیمالیا بر دانه خردل بیفتد. این تصورات را نباید به حسب ظاهر آن قبول کنیم. شنوندگان گرامی، چون وقت ما گذشته است، تا هفته دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم.